انتخاب آقای میشل بارنیه به عنوان پنجمین نخست وزیر آقای مکرون در روز 5 سپتامبر حاشیه‌های خبر بسیار دارد. ابتدا جراید امروز را ورق بزنیم. آقای بارنیه میگوید ما به جای حرف عمل خواهیم کرد. روزنامه لومون نوشت داور سلیقه و انتخاب نخست وزیر ماری لوپن است. اما به قول لاکروا دشواری از ابتدای کار خواهد بود که باید اکثریت دو مجلس را ممکن ساخت. نشریه صبح جزیره کورس از خواسته های این جزیره استانی نوشته و لبخوانس می نویسد بارنیه راهکار خود را از همکنون اعلام کرده و تغییرات را خبر می دهد. لیبراسیون تندتر از سایر روزنامه ها معتقد است میشل بارنیه تأیید حزب اجتماعی ملی یعنی حزب متعلق به خانم لوپن را گرفت. هرچه گفته و یا شنیده شود یک چیز مسلم است. بعد از هزینه‌های سنگین کرونا شرایط بودجه امسال دچار دردسر خواهد بود. روزنامه اومنیته از کلمه خشم به معرفی عکس و خبر رفته. اما امروز بعد از تحویل پست و دیدار آقای گابریل اتال نخست وزیر مستعفی که به او تبریک گفت در هنگام خداحافظی اشاره داشت پیشینه نخست وزیری یک افتخار است. آقای اولیویه فور رئیس حزب سوسیالیست گفت از حزب ما هیچ کس در کابینه جدید دولت شرکت نخواهد کرد. اگر گفته غیر مستقیم او را باور کنیم این او بوده که آقای کزنوف را از پذیرش مقام نخست وزیری منصرف کرده است. آقای فابیان روسل رئیس حزب کمونیست فرانسه میگوید ما باید از ملانشون افراطی فاصله بگیریم و آقای ملانشون میگوید انتخاباتمان را دزدیدند. مسابقات پاراولمپیک هنوز در پاریس ادامه دارد و این عکس به دوره المپیک و پاکیزگی آب رودخانه اشاره دارد. المپیک همچنین نگاه رسانه ها را به افغانستان برد که میگویند زنان افغان سایه های بی چهره و بی صدا شده اند. در پی حملات تروریستی از سوی داعش که عهده‌دار آن هم شده اند و عملیات انتحاری بوده، جدا از ده ها زخمی 13 نفر کشته شدند. بر اساس چندین خبر پروازهای مسافربری از فرودگاه کابل لغو شده است. در اسرائیل در پی کشف گروگان‌های کشته شده و اعتراضات مردم، خبرگزاری فرانسه می‌نویسد پس از حملات روزهای اخیر دوباره زندگی در جنین به سختی اما از سر گرفته می‌شود. از آن سو امریکا باور به یک آتش‌بس به زودی نزدیک دارد و می‌گوید 90% تفاهم‌ها انجام گرفته و این در حالی که یک ماه دیگر سالگرد فاجعه 7 اکتبر را شاهد خواهیم بود. رسانه‌ها خبر می‌دهند که حکومت تهران قصد کشتن یهودیانی را در جنوب فرانسه با استخدام افراد شرور در همین کشور داشته است. در خبرهای مشابه آمده جمهوری اسلامی در پی شکست در غزه حالا به کرانه باختری چشم دوخته است. خبر دیگر حاکی بر این است که یحیی سنوار قصد داشته با گروگان‌های 7 اکتبر به آغوش جمهوری اسلامی برود. دلفین مینوی روزنامه‌نگار و نویسنده کتابی را به نام بدجنس منتشر کرده که حکایت دختری است که در شیراز روسریش را در جمع مردم از سر برداشته آتش زد. او به خاطر همین کتاب به تلویزیون و رادیوهای گوناگون دعوت شد. از جمله در تلویزیون فرانس 24 گفت همین صحنه این دختر من را دگرگون و به فکر نوشتن این کتاب انداخت. او پیشتر کتاب‌های دیگری نیز منتشر کرده است اما این بار کتابش از سوی انتشارات معتبر سوی چاپ شده است. و حالا در پایان امر پناهندگی و پناهجو در اروپا خبر هر روز و چه بسا اتفاقات تأسف بار است. در آخرین اتفاق و سانحه 13 نفر دیگر
در دریای مانش برای رسیدن به بریتانیا غرق شدند. در زمان حادثه قایق‌های نجات به محل رسیدند و تعدادی را نجات دادند. تصاویر کنونی مراسم یادمان برای قربانیان و معدود زنده مانده های سانحه است. از این پس هر جمله‌ای که گفته شود به شعار ممکن است وصل بشود، مگر لعنت که اگر بشود آرزو و ثواب است.